درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور تسلیت میگم به مردم ایران و خانواده های داغداری که این روزها جووناشون رو از دست دادن و البته یک خسته نباشی هم میگم به تمام زنان، مردان، پیر و جوان، کودک و که میبینیم دانش آموزایی که زیر سن هستن، یعنی 10-12 ساله هم به این انقلاب در واقع پیوستن. خسته نباشید میگم به همشون و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. آرتمیس جان خوش آمد. درود بر شما، سپاسگزارم بانو افسانه و تمام این گفته های شما هم دقیقا از زبان من هم هست و آرامش باد میگیم به تمام خانواده هایی که فرزندان دلبندشون رو در این دو هفته اخیر در مبارزات در واقع میشه گفت بیوقفه مردم ایران علیه حکومت اسلامی، واقعا امیدواریم که یک شکیبایی برای همه این عزیزان باشه که بتونن این جنبش و این خیزش و این اعتراضات رو تا سرنگونی حکومت ادامه بدن، برای اینکه معمولا عزیزترین چیزی که هر کس داره دلبندانش و نزدیکانش هست و حالا بچه هاشون، خواهراشون، همسراشون، و وقتی که اینها رو هم دیگه از دست میدن من فکر میکنم که مردم ایران واقعا دیگه چیزی نمونده برای از دست دادن. درسته. با آرتمیس جستار امشب در مورد رهبری شیردلانه زنان در اعتراضات و مبارزات اخیر در ایران هستش. می‌خواستیم نظر شما رو در این زمینه بدونیم. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بانو افسانه گرامی، یکی از مهمترین رویدادهای میشه گفت شاید چند سال اخیر، یا شاید من بتونم حتی بگم که در تمام 44 سال گذشته، این شاید مهمترین خیزش مردمی است که در ایران اتفاق افتاده و درسته که حالا کمابیش از اون جنبش دانشجویی که در سال 78 مردم رو شروع کردن به کشتن در کوی دانشگاه، اون واقعی که اتفاق افتاد سرآغاز مبارزات جدی مردم ایران بر علیه حکومت آدمکشان اسلامی بود، اما درسته که همه این خیزش ها و این اعتراضات افتان و خیزان ادامه پیدا می کرد، ولی این جنبش حال حاضر، جنبش کنونی، جنبشی است که حتی نسل بعد از میشه گفت بچه های کوی دانشگاه، در واقع این نسل خیلی خیلی جوان وارد عرصه مبارزه شدن و خوشبختانه در این جنبش اخیر ما دیدیم که ترس مردم، یعنی مردم از اون مرحله ترس از حکومت برای همیشه عبور کردن. شما یک خطوطی هست که وقتی از اونها میگذرید دیگه بازگشته به گذشته تقریبا میشه گفت هرگز وجود نداره. و چقدر به نظر من مردم ایران شانس آوردن که در اون بازی‌های جنبش سبز و اون به اصطلاح انقلاب رنگینی که جورج سوروس داشت در ایران انجام میداد به عنوان سوپاپ اطمینانی برای نگه داشتن همیشگی این حکومت در ایران، به صورت که یه قرص مسکنی به مردم میدادن به عنوان بازی‌های اصلاحات و اصلاحات‌جی‌ها، و این کشور نیمه مرده نیمه زنده میموند و نه هرگز میمرد و نه هرگز زنده میشد. یعنی بدبختی گریبان ما رو میگرفت که شاید تا 200 سال دیگه از سرش نمیتونستیم از سرمون بازش کنیم و پوسته رو بکنیم، از جامعه‌ای که بر تن ایران کرده بودن رو بکنیم. خوشبختانه اون اتفاق با هوشیاری میتونیم بگیم که مردم که یک عده شروع کردن در اون بزنگاه به این موضوع کاملا اشاره کردن که ما خواستمون عبور از کل این نظامه، نه بخشی از این نظام، نه اینکه باز با یک بازی دیگه، با یک جامعه دیگه همون جنس بنجلو به ما بقبولونن و به ما بندازن در واقع.
حالا این بار در قالب یه مش کت شلواری به نام مثلا اصلاحاتچی. خوشبختانه اون اتفاق نیفتاد و جنبش هایی که بعد از اون روی داد، یعنی خیزش های مردمی، اولا که همه هدفمند شد و هر یک جنبش و هر یک خیزش و هر یک اعتراض یک گام رفت به جلوتر. اگر در اون موقع فقط در مثلا شهرهای بزرگ این اتفاقات می افتاد، بعد یواش یواش وارد فاز شهرهای کوچک و کوچکتر شد. اگر فقط مثلا مردان وارد عرصه مبارزات بیشتر می دید، این مردان رو هر خیزش موجب شد که بخش بزرگتری از زنان وارد جنبش ها شدن و یواش یواش نه تنها دوشا دوش مردان، بلکه میشه گفت پیشتاز و پیش قراول در واقع خیزش های مردمی شدن. و بعد اگر در اون زمان مردم حقوق مثلا اولیه‌ای رو درخواست میکردن از حکومت، اما دیگه در خیزش های بعدی و به ویژه در این خیزش اخیر مردم هیچ نوع مطالباتی از حکومت ندارن، دیگه میگن فقط میخوایم برن، هیچی از شما نمیخوایم، نه کوچیک نه بزرگتون، نه آخوند نه کچلواریتون، نه اسلام شیعتون، نه اسلام سنیتون، نه اسلام نمیدونم اصلیتون، نه اسلام فرعیتون، نه اون واقعیه، نه اون دروغه، نه اون حوزه علمیه، نه روشنفکرهایی به ظاهر مذهبی، یعنی مذهبیایی به ظاهر روشنفکرتون، نه استاد به اصطلاح دانشگاهتون، هیچ کدوم ما دیگه نمیخوایم. این اتفاقی بود که در این جنبش افتاد و مستقیما از بطن در واقع میشه گفت خواسته های مردمی روی داد. ببخشید. بله، برای همین این خیزش رنگ و بو جنسش با همه 44 سال گذشته تفاوت کرد. به ویژه که مردم فهمیدن اگه در جنبش های گذشته مادر و پدرها جلوی بچه هاشون رو می گرفتن که برن تو کوچه و خیابون، در این جنبش بچه ها که هیچی، یعنی دانشجوان که هیچی، زنان و دختران که هیچی، بلکه بچه های مدرسه ای هم، یعنی حتی بچه های نوجوان پیوستند به خیزش مردمی. دهه نودی ها اومدن به خامنه ای علنا جواب دادن. دقیقاً، یعنی هر چی که این حکومت نشون داد، 44 سال بمباران کرده مردم و هر چی که بویژه، حالا همه جامعه رو سرکوب کرد ولی بویژه و 10 برابر زنان جامعه رو سرکوب کرد، قشنگ یه مش دختر 16-17 ساله بسیار بسیار آگاه، بسیار بسیار خودجوش بلند شدن. و حتی وقتی که مادر و پدرهای اینها میگفتن که مثلا شما هنوز در سنی نیستین، یا حالا هنوز مثلا شاید بذار حالا حداقل دانشجوها، دیگه بچه‌های وارد عرصه شدن که برای هیچ جای جهان باور کردنی نبود. شما همین امروز تاریخ جهان رو بریم بخونین، از 2000 سال پیش، حالا تاریخ‌هایی که در غرب به عنوان تاریخ روم و یونان میخونین تا همین امروز، شما تقریبا نمونه‌ای در فرهنگ‌های غربی نمی‌بینید به غیر از ژاندارک که اینها داشتن، که اونم در دوران در واقع میشه گفت قرون وسطا بر علیه کلیسا تازه بلند شد فقط، و بعدم که دیدیم به عنوان یه جادوگر آتیش زدن و کل زنان اون موقع این حالت رو نداشتن، همین یک نفر بود، ما به جز اون نمونه‌ای نمی‌بینیم که زنان پیشتاز خیزش ها و اعتراضات بشن و زنان رهبری اعتراضات علیه حالا دیکتاتورها، علیه حکومت‌های تمامیت‌خواه، علیه حکومت‌های دینی و غیره رو، نه فقط یک زن، که زنان، که دختران، که نوجوانان وارد همچی عرصه‌ای بشن، چنین چیزی ما در جهان ندیده بودیم. به ویژه که زنان ایران
هم مانند مردان، ولی باز حتی از اونها هم بیدفاعتر، با دست خالی هم. اگر مردان ممکنه دو تا چوب، دو تا چماق یا دو تا بازویی داشته باشن که برن وسط و وارد درگیری فیزیکی بشن، زنان همون هم ندارن در ایران، ولی با یک دلاوری و با یک شجاعت و شهامتی وارد این عرصه شدن که واقعا اینو نه فقط ما باید در کتابهای مدرسه از این پس ایران بگنجونیم به عنوان سرآغاز بازگشت ایران به دوران آرتیمیس ها و یوتاب ها و آزرمیدخت ها و پوراندخت ها و زنان دلاور مبارز با شهامت، با خرد، با تدبیر پیش از اسلام، پیش از یورش تازیان به ایران. این نخستین باری است که در تاریخ پس از یورش تازیان ایران در 1400 سال ما چنین نسل دلاور زنان نیرومندی رو پیدا کردیم که به طور کاملا خودجوش، یعنی شما اگه بگین اینها رو، حالا مثلا شما اگه برید در جنبش های غربی در چپ ها و اینها ببینید، اینا تمام مدت کلاس فلسفی عقیدتی برای اینها میذارن، پول ها خرج میشه، سمینار ها، کنفرانس ها، کلاس های درس دانشگاهی، حقوق زنان، هنر زنان، نمیدونم لیبرال آرت زنان، نمیدونم حقوق بشر برای زنان، نمیدونم مطالعات ویمنز استادی و امثال هم در همه جا اینها رو دارن پرورش میدن، آموزش میدن، گروه بندی میکنن، جنابندی میکنن و بعد تازه هنگامی که اینها میخوان بیان اعتراض کنن، نمونه هاشو در غرب میبینید، فمینیست هایی میشن که مغزاشون هم همه واقعا خرابه و بوی قرمه سبزی میده واقعا این کله ها. نهایت مبارزاتشون اینه که میان رو پرچم کشورها نمیدونم ببخشین ادرار میکنن یا خودشون رو برهنه میکنن یا حرکات بسیار زشت و شنی و غیر انسانی دیگه که خودشون در میارن. در حالی که در ایران دقیقا این نسل نشون داد ما همون ایرانی های پیش از اسلام میخوایم بشیم. ما همون هویت زن دلاور رزمنده جنگجوی خردمند آگاه ایرانی هستیم که بودیم و این نه این 44 سال که این 1400 سال از ما دریغ شد و از ما گرفته شد و فرصت ها از زنان گرفته شد و زنها رونده شدن در پستوها و چهاردیواری خونه ها. و بعدم توی 44 سال شما از روز اول دیدین علناً قانون اساسی که نوشتن کاملا زن ستیز و علناً زیر پا گذارنده نه فقط حقوق زنان، حقوق مردهای غیر مسلمان، حقوق نمیدونم اقلیت‌های دینی دیگر، چه زن و چه مرد و غیره و غیره. دیدیم مثلا قانون اساسی که از روز اول در این حکومت نوشته شد تبعیض‌آمیز بود، ستمگر بود، نادیده انگارانه بود برای بخش‌های بسیار مهم و بزرگی از جامعه. و خب دیدینم که تمام سیاست‌های 44 سال اخیر مبنی بر این بود که زنان از هر پست با اهمیت سیاسی، اقتصادی، حتی مذهبی، یعنی حتی اینا در دین اسلام خودشون شما یک زن مرجع تقلید هم نمیتونید حتی داشته باشید، یعنی در هر عرصه اینها از مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تلاششون این بود که زنان صاحب هیچ پست و مقام و جایگاه با اهمیت و تصمیم گیرنده و مؤثری در کشور نباشن. یعنی فقط موضوع زنان ایران با جرقه حجاب اجباری شروع شد، با جرقه دختر آبی و دختر نمیدونم سفیدی که روسری شد در میدان انقلاب، دختر میدان انقلاب و این حرفا شروع شد، ولی با مرگ مهسا امینی این انبار باروت منفجر شد. این انبار باروت 44 ساله‌ای که در ایران این آتش زیر خاکستر مونده بود دقیقا منفجر شد و دیدیم که مردم ایران چقدر زیبا تو دهنی زدن به تجزیه طلب، به نمیدونم پان ترک، به پان کرد، به پان عرب، به یعنی یک دختر در ایران کشته شد برای مردم ایران مهم نبود مال کجاست، اصلا دینش چیه، مال کدوم شهره، کل ایران براش به پا خواست. و این اون یک پارچگی ملی بود، این اون اعتماد ملت به همدیگه بود که ازشون 44 سال گرفته شده بود و عجیب رو این موضوعات کار شده بود، عجیب برای این مسائل خرج شده بود در ایران. ما از خودمون اگه شما یادتون باشه، ما از مدرسه که وارد شدیم، خب مدارسمون
تمامش جمهوری اسلامی بود دیگه. از آغاز ما اصلا در تمام دوران مدرسه و دانشگاه و زندگیمون در جمهوری اسلامی گذشت. برای من و شما کاملا ملموس بود که چگونه تمام کتاب‌ها، تمام آموزش‌ها، حتی برنامه‌های تلویزیون، حتی کارتون‌های تلویزیون چگونه زن ستیز بود و چگونه فقط از زن یک شخصیت، ببخشید اینو میگم ولی واقعیتش این بود، یه خدیجه خبرچین می‌ساختن از یه زن ایرانی که یا مثلا با یه خبرچینی می‌کرد، چادرشو می‌بست پر کمرش از این خونه به اون خونه می‌رفت، کار مزخرف میکرد، یا باید سبزی خوردن پاک میکرد، میشه سبزی پاک میکرد توی سریال های ایرانی، یا باید برنج تاب میداد مثلا پاک میکرد. و زن ایرانی از این عرصه، نه در کتاب های مدرسه، نه در برنامه های تلویزیون و روزنامه و در هیچ جا اجازه نداد فراتر بره و مرتب توی سر این زن میکوبیدن. شما از دادگاه و سیستم قضایی کشور بگیرین، از شهادت زنی که نصف مربوط، از حقوق زن، از ارثش، از حق حضانت بچه که نداشت، از حق طلاقی که بهش نمیدادن، از درخواست‌های مهریه‌ای که سالها و سالها این فایل‌ها توی دادگاه‌های ایران خاک خورد و هرگز حق و حقوق هیچ زنی رو بهش ندادن. 90% زنان رو دست کم بهشون ندادن. حالا اون 10% هم یا میرفت و قاضی رو میدید، که خیلی از اوقات میدیدی کار زنها در سیستم قضایی ایران به غیر از این را نمیافتاد، یا باید دم قاضی رو میدید، یا باید این ور اون ور، یا آخوندی، یا نمیدونم رئیس حراست این وری اون وری پیدا میکرد که بیفته وسط، حالا با پول یا با رشوه یا با هرچی پارتی بازی کارش رو را بندازه. یعنی شما هیچ بخشی از اجتماع رو برای زن در ایران باقی نذاشتن. و این اتفاق، این جرقه مرگ مهسا امینی که در دنباله در واقع اون قانون به اصطلاح بگیر و ببند حجاب اجباری بود و اعتراضات مردم که شروع شد، در واقع مثل انبار باروت منفجر شد و همه ایران رو گرفت و همه ایران رو تا استخوان درگیر کرد. یعنی دیگه فقط یک حرکت زیرپوستی نبود، یه 4 روز اعتراض این بر 4 روز اعتراض اون بر، و مردم به ویژه از حد فقط ما بخوریم بزننمون، ضرب و شتممون کنن، زندانمون کنن، بکشنمون، ولی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، گذشتن. گفتن میزنیم، میکشیم، چشممونو در میاریم، چشتونو در میاریم، و ماشینمونو داغون میکنیم، ماشینای پلیستون، ماشینای نیروی انتظامیتون داغون کنیم، اگر میان نمیدونم شیشه های خونمونو میشکنیم، ما میایم شیشه های کلانتری ها و این پاسگاه های نیرو انتظامی و سپاه پاسداران این بر اون بر میشکن. و بعد دیدین که مردم با دست خالی یاد گرفتن که ما باید حالا که سلاح نداریم کوکتل مولوتوفمونو میسازیم، حالا جدیدن کوکتل مولوتوف رو زیرش نمیدونم اکلیسورنج میزنن که دیگه حتی آتیش زدن نخواد، همین که پرت کنن به ترک خودش. و اینا نشون میده یک خیزش چگونه پوست میندازه، چگونه رسیده میشه، چگونه یک مردم یک کشور زمان و برد که همه این بیداری ملی درشون صورت بگیره. یعنی اگه یک زمانی فقط جنبش دانشجویی بود، اگه فقط نمیدونم یک زمان جنبش نمیدونم خیزش نمیدونم فرهنگیان میشد، یا اعتراض مثلا زوباهن میشد، یا اعتراض فلان جا میشد، الان همه جامعه رو گرفت، حتی زن و نمیدونم پیر زن تو خونه، بازنشسته ها، کسانی که اصلا از در خونهشون بیرون نمیمدن، بچه های مدرسه ای که هرگز توی هیچ اعتراض و اعتصاباتی خب هیچ وقت نبودن. و این همبستگی ملی بیشترین چیزی بود که این حکومت رو ترسونده. یعنی علاوه بر این که تمام این تصاویر مخابره شد به جهان و دیگه تمام این غربی که خودشون تا مغز استخونشون، امریکا و اروپایی که تا مغز استخون پشت جمهوری اسلامی بودن و دلشون نمیخواست، به ویژه دموکرات‌هایی که خودشون روز اول نمونه اصلیش کارتر بود که حکومت شاه و ساقط که سرنگون کرد، و بعدم هر موقعی که ما در تمام این سالها دیدیم دموکرات‌ها اومدن مثل کلینتون ها، مثل اوباما و بقیه، هر سری فقط اومدن لاس دادن با حکومت آخوندی و یه هواپیما پرپول آزاد کردن بفرستن، مثل همین سری که بایدن میگه ما مستقیم پول ندادیم، درسته، ولی شما اجازه دادین به کره که پول نفتی که به خاطر تحریم نمیداد به ایران آزاد بکنن و ببرن به ایران. بنابراین شما دیدین حتی این امریکا و اروپایی که 44 سال پشت اینها وایستادن،
اینقدر دیگه آشور شد و اینقدر تصاویر مخابره شده تکان دهنده بود که حتی دیگه ناچارن در تلویزیون های اروپا و امریکا ناچار شدن در این باره صحبت بکنن و مجبورشون کردن مردم ایران که مثلا تحریما رو، اونایی که سپاه پاسداران و افراد اصلی حکومت بود، تحریما رو بیارن جلو و بگن اینها رو ما راه نمیدیم، اینها رو اگر سرمایه تو این کشورها دارن اجازه نمیدیم که بیزنس بکنن و خارجش بکنن سرمایه. و یک سری مسائل اینگونه رو دیدیم که تونست این فشار افکار عمومی و مخابره اخبار لحظه به لحظه درون ایران به مردم جهان نشون بده. خب حالا حکومت در مرحله قرار گرفته که نه این ور دیگه کسی میخوادش نه اون ور، برای اینکه درون ایران که این حکومت کاملا معلوم شد که به ویژه با این دریای خونی که راه انداخت دیگه تحت هیچ عنوان این حکومت و این مردم کنار هم نمیتونن، به هیچ عنوان نخواهد تونست این حکومت در ایران بمونه، برای که بین اونها با مردم یک جوی خون، یک دریای خون فاصله است دیگه و این دریا به هیچ عنوان پر نخواهد شد. این که از نظر داخلی. و به ویژه جالب اینه که بسیاری از افرادی که خودشون با این حکومت همکاری میکردن اینو نشون دادن، این ریزشی که حتی افرادی که حالا مستقیم و غیر مستقیم نونخور این حکومت بودن، حالا از تلویزیونی ها بگیرین مثل مهران مدیری و خیلی های دیگه، تا که خودشونو کشتن کنار و گفتن تصاویرمون رو نشون ندیم ما دیگه با اینا کار نمی‌کنیم، و هنرپیشه‌های زنی که اومدن کشف حجاب کردن و گفتن ما دیگه در سریال ها و نمیدونم فیلم های تهیه شده در زیر حکومت جمهوری اسلامی بازی نمی‌کنیم، و اینها رو که دیدیم تا اون ریزشی که دیدین شروع شد از یک بخش‌هایی از خود این حکومت، حتی از بخش های قسمتی که اسمش بود روحانیت این حکومت، ریزش هایی رو دیدیم. یعنی افرادی که رفتن خودشون خلع لباس کردن، یعنی آخوندهایی بودن که اومدن رفتن گفتن آقا ما دیگه از امروز آخوند نیستیم، و اینا بودن برنامه هایی از این ور اونور ما دیدیم افراد خودشون از این حکومت و اصلا یک جورایی میتونیم بگیم که از بدنه روحانیت حتی خودشون رو جدا کردن، اومدن گفتن اصلا ما دیگه اصلا آخوند هم نیستیم، لباسمون هم درآوردیم، ما اصلا هیچ کاری هم به این کارها دیگه نداریم. اینها بود و بعد میبینیم که ریزش هایی که خب در خود بدنه این حکومت در حتی نیروهای سرکوب انجام شد، و میبینیم که کار به جایی رسید که نیروی سرکوب که دیگه ندارن، یا عده‌ای که دیگه گفتن آقا ما نمیریم، آقا دیدن که دیگه کشته شدن یا حتی خونه هاشون ماشین هاشون شروع کردن مردم با آتیش زدن، وقت حکومت مجبور شد بیاد بره مثلا از نمیدونم بستنی میهن، کارخونه بستنی میهن بیان برن مثلا رشوه بدن بگن که هر کی بیاد بره تو سرکوب شلیک کنه و شرکت کنه به مردم مثلا بهش اینقدر پاداش میدیم، اینقدر حقوق میدیم و اینا. یعنی اینا نشون میده ریزش در همه بخش ها از این حکومت آغاز شده، و این نشون میده خب پس این حکومت دیگه هیچ نوع مشروعیت داخلی نداره، حتی با پول نمیتونه دیگه یه دی رو بخره که قبلا میتونست بخره، و از نظر جهانی هم دقیقا پوست خربوزه‌ای که افتاد زیر پاش در واقع در دوران ترامپ از برجام آمریکایی که خارج شد تا امروز دیگه نتونست بهش برگرده، و عملا رگ حیاتی جمهوری اسلامی قطع شد از اون وقت ناخواسته، میدونین ناخواسته قطع شد، یعنی اگر دولت بایدن بود از برجام خارج نمیشد، ولی اون دولت ترامپ و اون که میخواست این حکومت رو ساقط بکنه و اگر این 4 سال مونده بود من شک ندارم که حتما گلوگاه ایران رو جوری گرفته بود که دیر یا زود تو این 2 سال اخیر جمهوری اسلامی رو برده بود با شتاب بیشتر به سمت سقوط، ولی این حکومت دیگه مشروعیت خارجی بین المللی هم حتی دیگه نمیتونه، تا حالا میگفتش که نه ما یک کشور اسلامی هستیم، اینم قوانین اسلامی، اینم امور داخلی خودمون بوده، به کسی مربوط نیست. ولی هنگامی که دیگه شروع کردن بچهای مردمو تصاویر اومد که قشنگ جلوی چشم مردم روز روشن با کلاشینکوف، کجای جهان شما میبینید؟ کره جنوبی هم هرگز این کارو نکرده. شما اصلا حکومتی مثل حکومت ایران در جهان نمیبینید که در روز روشن با کلاشینکوف مردم معترض رو بکشه. همه جا دیدین مثلا گاز اشکاور زدن، آب ریختن یا هر چی، ولی شما هیچ جا ندیده بودین که با تفنگ با سلاح خودکار و اتوماتیک
بیان و بزنن مردم دست خالی که حتی سنگم تو دستشون نبود رو تو مغزشون، تو قلبشون، تو پاشون و مردم رو بکشن. بنابراین این تصاویر و این اتفاقاتی که افتاد دیگه یک سر سوزن جایی برای اروپا و آمریکام که یعنی به ویژه دموکرات ها و اون دار و دسته جورج سوروسی که دنبال نگه داشتن حکومت اسلامی به عنوانی که بیان برن بعدن از پشت برده مذاکراتو بکنن و یک دستی در اونجا داشته باشند دیگه امکانش نیست. و این خیزش اگر همین پس فردا می حکومت نیفته، ولی در نهایت داره با اعتصابات همراه میشه و ما میدونیم که هیچ جای جهان فقط با تظاهراتی حکومتی نیفتاده. حکومت های دیکتاتوری به ویژه باید فلج بشن تا بیفتن و فلج کردن در هر دولتی یک معنی، در هر موقعیتی هر کشوری یک معنایی داره. برای این کشور فلج کردن با اعتصاب صنعت نفت به نظر من آغاز خواهد شد، برای که اگر صنعت نفت رو بخوان کلن همه در همه پالایشگاه های ایران، در همه چاه ها، در همه بخش تولید توزیع و همه جا شرکت نفت اگر که اعتصاب کلی بکنه، چون کار تخصصی شما نمیتونین حسن آقا و حسین آقا و مأمور نمیدونم سرکوب و برداری برای پالایشگاه بتونه پالایشگاه برای شما اداره بکنه. ممکنه اگر شما مثلا دارم میگم نمیدونم راننده اتوبوس نره فردا سر کارش، یا مدرسه دانشجو نره مثلا مدرسه ها اعتصاب بکنن یا دانشگاه ها اعتصاب بکنن، خب میگن مدرسه رو میبندیم، دانشگاه رو میبندیم، راننده هم که زیاده اینو بند داریم جاش اونو میذاریم. ولی اگه در بخش های تخصصی مثل سیستم بانکی، مثل بخش انرژی سکتور نفت و گاز و بخش های اساسی مثل فرودگاه ها، مثل جاهایی که کار تخصصی داره انجام میشه، یعنی اگه فرض کنید کارکنان برج مراقبت اعتصاب بکنن، شما نمیتونین برین یه آدم پاسدار رو مثلا یه آدمی رو پشت کوبردارین بیارین یه اسلحه بدین دستش، مثل نیروی شورش نیست. نمیتونن اینا بخش های حیاتی رو اداره بکنن و کشور زمینگیر میشه. بنابراین اعتصاب در بخش های اصلی چیزیست که به کمک این خیزش خواهد اومد در چند روز آینده و مردم خواهند دید که اگر اعتصاب نباشه یک حکومت فلج نمیشه و نمیفته و چه کار باید بکنن که بتونن این حکومت رو در واقع پاشو شلیک بکنن به پای این حکومت و قلمش بکنن که بیفته. اعتصاب در بخش های بسیار حساس، میگم به ویژه انرژی سکتور، که اگر شما از فردا نفت و گاز و بنزینی نباشه، نه موتورسیکلت هایی نمیتونه بیاد، موتورسیکلت هایی ضد شورش، نه ماشیناشون، نه اون نمیدونم ماشین های نمیدونم وناشون، نه نیروهایی که انتقال میدن از این ور به اون ور میتونن بردارن بیارن و ببرن، نه هواپیماهاشون و نه بقیه چیزا نمیتونه، همه چیز زمینگیر خواهد شد. بنابراین این دلاوری که زنان ایران در این مقطع نشون دادن که دوشا دوششون هم مردان آمدند و نشون دادن که ما همون ایرانیایی هستیم که هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستیم، دوشا دوش هم می جنگیم، دوشا دوش هم می میریم، دوشا دوش هم آتیش می زنیم، دوشا دوش هم از کار می ندازیم نیروهای ضد شورشو و دوشا دوش هم از هم نگهداری می کنیم، مراقبت میکنیم از کسانی که بهشون شلیک میشه یا زخمی میشن. یا من دیدم حتی خانوم های 65 ساله که این برانور من میدیدم پیام میذارن که ما یک کیف کمک های اولیه درست کردیم و تو کوچه پس کوچه هایی که جوانای زخمی رو برم دارن میارن که از دسترس نیروهای ضد شورش دورشون کنن، ما اینها رو شروع میکنیم تای کوچه های بنبست یا جاهای خلوت پشت ماشینا تون 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 کارهای به اصطلاح کمک های اولیه انجام میدیم که دست کم اینا نمیرن تا برسن خودشون رو به یک مطب دکتری یا جایی که بتونن نجاتشون بدن. بنابراین اینها بسیار بانو افسانه ارزشمنده. کاری که زنان ایران کردن در تاریخ ایران و در تاریخ جهان به عنوان نمونه ازش یاد خواهد شد
دختران نوجوان ایرانی که خونشون در این 2 هفته ریخته شد، پسران نوجوان ایرانی، بچه ها، کودکان زاهدانی، کودکانی که در شهرهای گوناگون به صورت رندوم تیراندازی هایی که همینطور اینا به سوی مردم چه با هلیکوپتر از بالا کردن، چه از بالای ساختمون ها کردن، چه پلیس هایی که فرستادن با گله گله موتور و ماشین های به اصطلاح ون های سرکوب و این حرفا، تمام اینها میمونه، نام اینها میمونه، برای اینها در فردای آزادی ایران در واقع ما مثل قبر سرباز گمنام، ما در واقع آرامگاه آزادی خواهان ایران رو خواهیم ساخت و اینها میشه قبله های آینده ایران، مانند پاسارگادی که قبله مردم ایرانه، آرامگاه یاد برج یادمانه به اصطلاح آزادی خواهان ایران، دختران و پسران جوان ایران تمام ساخته خواهد شد و نام و عکس اینها روی دیوارهای سنگی نگاشته خواهد شد و اون میشه مرکز در واقع مرکز برای همبستگی و گرد همایی های ملی ایران، برای که همواره اینها به یاد بمونن، برای که کار بزرگ زنان ایران به یاد بمونه، این زنانی که 1400 سال به جز دوران واقعا رویایی تو پرانتز پهلوی آنچه به سر مردم ایران اومد، یک مرتبه زنان ایران رو دوباره بیدار کرد، زنده کرد، آورد به عرصه زندگی و آغاز کردن به این که بگن ما هستیم، ما زنده ایم، ما حقوقمون رو میخوایم، ما مملکتمون رو میخوایم، ما آزادی هامون رو میخوایم و این واقعا نمادی شد شاید برای همه زنان جهان و در فردای آزادی ایران ما هر سال تلاش میکنیم سمینارهایی در این باره بذاریم، به مردم جهان در واقع نشون بدیم و آموزش بدیم که زنان ایران چگونه از زیر این خاکستر 1400 ساله مثل ققنوس از زیر این خاکستر بلند شدن و همون جوری که عمومانو کمیشه میگفت سیندرلاهای ایرانی رو به کف خیابون ها بفرستید، این حکومت رو برای شما سرنگون میکنن و دقیقا همون پیشبینی هایی که مانوک خدا بیامرز انجام میداد روانشاد، دقیقا یک به یک دیدیم که انجام داره میشه. درسته مانو آرتمیس، و چقدر جای امو مانو این روزا خالیه، خیلی، و چقدر قشنگ پیشبینی کرده بود و این مرد چقدر بزرگ بود. بانو آرتمیس، یه عده هم دارن تحت عنوان به نامگذاری این حرکت، این جنبش، این قیام بر علیه کلیت جمهوری اسلامی، نام انقلاب زنانه رو روش میذارن که من به شخصه با این مخالفم، چون اگر مردان ما در طول این 43 سال به اون آگاهی نرسیده بودن و به اون، یعنی اون غیرتشون در به خاطر ایران و سرزمینمون و این همه دروغ و خرافات و چیزایی که سعی کردن در طول این 44 سال، حالا 1400 سال ما میگیم منهای اون دوران طلایی پهلوی، این 44 سال دیگه به اوج خودش رسید، یعنی دیگه یه جایی رسید که زن و مرد ایرانی گفتن بابا دیگه این همه تحقیر برای یه ملت کهن واقعا دیگه بسه. عده ما وقتی دست از آرتمیس ها، از یوتاپ ها، از گردا پیدا حرف میزنیم و از این سیندرلا هایی که امو مانو ازش حرف میزد، منظور ما، من روک میگم چون جدیدن داریم میبینیم و واقعا هم داریم میبینیم، چه تو کشورهای اروپایی، چه تو امریکا و کانادا و چه تو ایران، که نه ایران مردم خوب میدونن دارن چی کار میکنن، یعنی مردم ما اینقدر آگاه هستن که نیازی نداشته باشن اپوزیسیون فیک و صادراتی و دست آموز خود جمهوری اسلامی بخواد بهشون بگه چی کار کنین چی کار نکنین. منتها داریم میبینیم که میخوان انقلاب رو صادر کنن، دقیقا این جمله خمینی، لانه های جاسوسی رو، یعنی چقدر اینها شبیه، این خانوم با خمینی شبیه هم حرف میزنن و دقیقا طرز تفکرشون هم شکلی هست. من واضح میگم، حالا شاید یه عده ناراحت بشن که اصلا اون عده مهم نیستن، ما امروز دیگه با کسی تعارف نداریم، نه منظور ما از زنانی که واقعا بر علیه تمامیت جمهوری اسلامی بلند شدن، نه فائزه هاشمیه که پدرش بنیانگذار این فتنه و فساد در ایران بوده، این تباهی،
نه خانم نسرین ستوده است که همچنان داره با جمهوری اسلامی مدارا میکنه و حاضر نیست اصل و اصل جمهوری اسلامی صدمه ای ببینه، نه خانم نرگس محمدیه که لا اله الا الله گویان این ور اون ور میره و فریب میده مردم، نه خانم مسیح علی نژاده که 20 و چند سال بازی دادن دار دستشون مردم ایرانو و چند ساله که هر وقت زنای ما به اون آگاهی رسیدن و بلند شدن که بر علیه کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی بیان تو خیابون، اومد یه دستانداز درست کرد، یک جنبشی راه انداخت و به انحراف کشوند اینا رو. منظور ما از اگر هم میگیم زنان، زنان آگاه ایرانی و ملیگرا و میهن پرست و پادشاهی خواهی هستن که میدونن این دفعه چی میخوان و اگر بخوان این دفعه افکارشون رو بدن دست این عده فمینیستی که به جای اینکه بیان از زن ایرانی که تو خیابون داره کشته میشه، از دخترای زیر سن قانونی ایرانی که دارن اینجوری تحت تجاوز قرار میگیرن، کشته میشن و بعد میگن خودکشی کردن یا از ساختمون خودشون پرت کردن، بیان یه جوری بیان توی جوامع غرب نشون بدن که دستاویز نشه برای جمهوری اسلامی، میان از بدن شما ببین واقعا زن ایرانی امروزه اصلا بحثش حجاب نیست. حجاب یکی از چیز خواستای زن ایرانی هست. زن ایرانی امروز خواستار آزادی تمامیت ایران، فرهنگ، تمدن و اون نجابت و اصالت ایرانیه. غرور و اعتبار و کرامتی که پایمال شده توسط هم اسلام هم جمهوری اسلامی. میخوام بگم زنای ایرانی دیگه فریب امثال کسایی که میان شما رو یواشکی بازی میکنن گولن، ما دیگه یواشکی نداریم. اینا دنبال آزادی ایران نیستن، چون اگر ایران آزاد بشه اینا دسترسیشون به بودجه هایی که دارن میگیرن، هم از بنگاه هایی که خودتون بهتر از من میدونین و هم از جای جای مختلف، هم از کسایی که تو خود ایران دارن ساپورتشون میکنن. فائزه هاشمی چند وقت پیش گفت اگر که کمک نکنن به ما اصلاح طلبا، زحمت های بابام و کسایی که رفتن خارج از کشور دست ما رو نگیرن، زحمت هایی که بابام کشیده پایمال میشه. یعنی حالا این جملهش یادم نمیاد، یعنی قشنگ واضح و علنی گفت که این طول های اکبر که بهشون میگن بی جهت و بی دلیل نیست، اما دستشون برای مردم ایران خوشبختانه رو شده. ما جینا رو کشتن که زن ایرانی رو خفه کنن، منتها خون جینا شد یک زندگی تو رگای مرده و خشکیده ایران. دقیقا همینطوره، درست میگین بانو افسانه. اولا که در تمام این 44 سال توی مبارزات، خب ما یادمونه از روز آغاز، خب مردان ایران بودن، حالا میگم به صورت‌های گوناگون بود، یک زمانی دانشجویان بودن، بعد یواش یواش شد مثلا نمیدونم خیزش‌هایی که مثلا حقوق نمیدونم کارمندان نمیدونم زوباهن بودن، کارمندان نمیدونم آموزش پرورش بودن، وزارت بهداشت درمان بودن، انواع اقسام جاها اینها شلوغی‌هایی بود، اعتراضاتی بود همه جا. خب ما میدیدیم مردان همیشه بودن، اما اتفاقی که افتاد اینه که یک جوری گلوگاه واقعا این جامعه دیگه در حد خفه شدن جامعه اتفاق افتاد که دیگه مردم از همه چیشون گذشتن. اگر تا اون زمانی بود که مثلا مردم میگفتن حالا دخترمون نره بیرون، دخترمونو میگیرن، دخترمونو میبرن اوین، میبرن نمیدونم کمیته نمیدونم وزرا، این ورون ور انگشت نگاری میکردن برای اینا، جریمه های سنگین و اینا میبریدن، دیگه مردم دیدن آقا خب تا کی، خب اینا که همیشه هستن، اگه همجور بشینن خب همیشه اینا دخترها اینا رو ممکنه بگیرن ببرن کمیته ببرن فلان کنن، همین اتفاقاتی که تو این 44 سال میفتن. خب دیگه باید پس یه کاری کرد، هرچی ما نشستیم و حالا آسه برو آسه بیا آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه، اینجوری نیست و این دیگه این وضع قابل تحمل و ادامه نیست. به ویژه که این مردم روز به روز دزدی ها این مملکت رو بدبخت و بدبختر کرد، پول های کلان و میلیارد هایی که از این کشور رفت برای کارهای تروریستی، برای دزدی ها و اختلاس های خودشون و امثال هم، دیگه مردم رو میدونین به یک جایی رسوند، اختلاف طبقاتی و ستم و نابرابری در یک جایگاهی قرار گرفت که مردم گفتن آقا مرگ یه بار شیون یه بار، ما میریزیم بیرون زن و مرد. حالا این که بیاین بگیم که انقلاب زنانه، نه، دوشا دوش زنان مردان هم هستن، منتها نکته مهمش این بود که
زنان ایران برعکس تمام این 44 سال به نظر میرسه که نه فقط از حکومت جمهوری اسلامی دیگه گذر کردن، از اسلامه هم گذر کردن. وقتی شما میبینید دختر مدرسه ای روسری و نمیدونم حجابش رو برمیداره، عکس خمینی و خامنه ای رو میکشه پایین، روش میپرن خورد میکنن عکس ها رو، این یعنی اینکه آقا جان ما این حکومت رو نمیخوایم، نمیخوایم اون اسلامه رو هم دیگه نمیخوایم. برای اینکه روز به روز میبینید دخترانی که در تمام این شبکه اجتماعی میبینیستن، مثلا حالا به انواع و اقسام با لحنای خودشون که مثلا گور پدره این اسلامتون و اون اسلامتون، که میگین این یکی که میگین نیست. اصلی نیست و نیست. اونی که میگین واقعیشه، و امیدواریم که هیچ کدومش نباشه، ما هیچ کدومش رو نمیخوایم. این اتفاق بزرگی است و این اتفاق نمیافتاد در یک جامعه مثل جامعه ایران، یک کشور مسلمان 1400 سال به گروگان اسلامی گرفته شده، مگر مردم از کل اسلام هم میگذشتن. حالا ما نمیگیم 100% جامعه، ولی دست کم دست کم به نظر میرسه 2/3 مردم ایران، یعنی 60 میلیون مردم ایران گذر کردن از اسلام. حالا حتی اگه اون 20 میلیونش هم اون فسیلایی باشن که هنوز نمیدونم از انقلاب 57 اون پیرپاتولایی که یه عمر رفتن مکه و نمیدونم کربلا و نماز صبح و شب و وحشت خوندن، روزاشونو گرفتن، اگه 20 میلیون هم هنوز از اونا باشن، خیلی مهمه که 60 میلیون آدم در ایران از اون مرحله، از اون فاز گذر کرد. و این نکته مهمیه که ما باید بهش اشاره کنیم. مردم نه تنها مماشاتی دیگه با هیچ بخشی از این حکومت ندارن، کل این حکومت رو دیگه نمیخوان و دنبال سرنگونیشن، بلکه بعد از این حکومت کل اون دین وارداتی رو هم دیگه نمیخوان. مردم دارن دنیا رو میبینن، میبینن که آقا هر کشور شاخ شکسته ای در دنیا، همین کره ای که مثلا تا 40 سال پیش شما نگاه میکردین، خود همین کره تا 40 سال پیش گشت لباس به اسم مثل گشت ارشاد ما، گشت لباس داشتن که دامن زنا از این اندازه کوتاه‌تر نباشه، موی مردا از این اندازه بلندتر نباشه. ولی دارن مردم ایران اینا رو میبینن که بابا جهان دیگه از این فازا خیلی وقت عبور کرده و بچه‌های ما هنوز توی گیر رنگ جوراب و رنگ لباس و رنگ روسری و چرا شال دو سانت عقب و دو سانت جلو و چرا نمیدونم این ریختی مانتوتونه و چرا اون رنگیه. یعنی مردم دارن این چیزها رو میبینن و برای بچه های ایران این امر دیگه مسلم و قطعی شد که ما نه فقط باید این حکومت رو بنزیم، این حکومت هم بره، حکومت بعدی بخواد باشه یکی مثل مجاهدین، یکی مثل اون اصلاح طلب ها، یکی مثل اون تجزیه طلب هایی نمیدونم پان ترک و نمیدونم پان عرب و فلان، که خب با همین بازی دوباره ادامه پیدا میکنه. ما اگه قراره که از این حکومت بگذاریم، باید از اون قسمتی که این حکومت برش بنا شد که اومد، از اونم باید بگذاریم. و به نظر من این بخش مهمه. ولی این که مردم انقدر آگاهن، این خیلی زیباست. وقتی گفتن زن زندگی آزادی، پشتش گفتن مرد میهن آبادی. دقیقا شعارهایی که شعارهای ایران سازه، یعنی اون میهن و اون مرد و آبادسازیش هست که همون اندازه برای ما مهمه که زن هست، که آزادی هست در ایران و زندگی در ایران ارزش داره. و این دوتا شعار اصلا هیچ تناقضی و هیچ رو در روی هم بودنی نداره، بلکه دوشا دوش هم بودن و در کنار هم بودن، تکمیل کننده هم دیگه هستن. و متاسفانه یه سری جریانات دارن اینو سعی میکنن قسمت دوم حذف کنن، ولی خب زنهای ما خیلی آگاه‌تر از اونی هستن که این اقلیت همچنان تو اون توهم و تفکر 57شون موندن. آفرین، دقیقاً. و همه اینها با هم نشون میده نگاه ایرانی رو، نگاه ایرانی که زن و مرد که هیچی، تمام انسانها رو به یک چشم نگاه میکرد و هیچ کس رو حقش رو بیشتر از حق کس دیگه نمیدونست. حتی حق حیوانات و گیاهان و محیط زیست در ایران به اندازه حق انسانها اهمیت داشت. انسانهای ایرانی که نگاه و منششون این بود، امروز هم دقیقا تو شعاراشون اون بازگشته به ایران گرایی رو که میگیم، به هویت ایرانی، اینه. و اون چیزی که ما سالها دنبالش بودیم و این همه در موردش صحبت میکردیم و تلاش میکردیم آگاهی رسانی کنیم، روشنگری کنیم برای مردم ایران، به بار نشسته. نتیجهش اینه
که وقتی میگن زن زندگی آزادی و میگن پشتش میگن مرد میهن آبادی و هیچ این دوتا رو روبرو هم مثل فمینیستا و گلوبالیستا و این به اصطلاح جوامع غربی بین المللی که هدفمند این کارا رو میکنن ایرانی ها بازی این حرفا رو نخوردن. این خیلی زیبا بود. کاملا درسته و مطمئنا این بار مردم ما نخواهند نشست و نتیجه خواهند گرفت، هم جمهوری اسلامی رو و هم هر نوع تفکری که دنبال دوباره مثل همون که جمهوری بدون اسلام مثل همون اسلام آخوندان نیست بخوان به خورد ملت بدن، چون یه همچیزی دوباره میگن، میگن نه جمهوری اونی نیست که مثلا تو کره شمالیه، نمیدونم اونی نیست که تو فلان کشوره، اونی نیست که تو نه مثل اسلامی که مثلا داعش اسلام واقعی نیست، دارن دقیقا با جمهوری هم یه همچه برنامه رو برای ما در نظر دارن که البته این مردم دیگه آگاه‌تر از اون چیزی هستن که اینها بخوان حالا حالا ها اون آگاهی مردم برسن، چون همچنان فکر میکنن خودشون توی یه حباب موندن تو همون تفکرشون. آره و فکر میکنم مردم هم همینطوره، مردم خیلی ها مخصوصا قشر جوان، مخصوصا اون دهه 90 هایی که خیلی بد فرمانده رو درمانده کردن و خیلی خوب جواب شد دادن، یعنی بعد از اون سرودی که اومدن و به شدت تبلیغشو کردن چقدر قشنگ این دهه 90 ها چگونه اینها رو تو دهنی زدن، تو دهنی زدن چقدر زیبا اصلا بد جوری زدن. بله اینا اومد اینترنت رو دفعه قبل تو کلامتون قطع میکردن، بعد میومدن میگفتن دیگه حالا مردم رفتن یه چند روز بیخبری مردم رفتن تو خونه، این دفعه اینترنت رو قطع کردن، زدن، کشتن، اومدن هر کاری کردن، دیدن نداره، شدیدتر میشه و شعله برتر میشه این خشم ملت، خشمی که همیشه سوپاپاشون اومده بودن کنترلش کرده بودن، با هر دفعه با اوردن یک مسئله رو بول کردن تو این وسط همیشه اعتراضات و این دفعه ندیده این خشم این ملت خاموش شدنی نیست تا بازپسگیری ایران. دقیقا. و در پایان برنامه باز یه دونه یه جمله از مانوک خدابخشیان روانشناس بگیم، میگفت اینها اون فسیل ها و دایناسور های 57 هن. اون دایناسور های 57 بهتر همون به ما قبل تاریخ متعلق به ما قبل تاریخ بمونن و اونا میش تعیین کننده در فردای ایران نیستن. این دختران، این پسران، این کودکان، حتی این نوجوانانی که امروزه ما داریم میبینیم در کف خیابونها، اینا هستن که این کشور رو دوباره از خاک بلند میکنن، میسازن و مایه سربلندی خودشون و ایران میشن و این کشور رو تبدیل به جایی میکنن که مردم سایر نقاط جهان مثل 1500 سال پیش 2000 سال پیش آرزوشون باشه در ایران شهر و ایران زمین ما زندگی کنن. سپاس از شما. کاملا درسته. بانو آرتمیس عزیز خیلی سپاسگزارم و نمیگم به امیده، چون باور دارم که ایران به زودی به دست دلیر مردان و شیرزنان ایرانی نجات پیدا خواهد کرد. با امید آزادی هر چه زودتر پاینده ایران جاوید شد. پاینده ایران جاوید شد. بدرود.